قربان، برای ماموریت تهران سه نفر از زبده‌ترین نیروهای عملیاتیمون رو انتخاب کردیم تا بتونن برنامه ریزی دقیقی که انجام شده را با موفقیت اجرا کنن. دلیل اصلی انتخابشون رو بگو. علت اصلی انتخاب این سه مامور این استش که اونا دارای تخصصهای مختلف هستن که در مواقع لزوم بتونن از اون استفاده کنن. سرگرد آدام بعد از اتمام دانشکده افسری به سرعت پیشرفت میکنه. تو ماموریت افغانستان یکی از عوامل اصلی عملیات کشته شدن بن لادن بوده. این همون ماموری نیست که توی افغانستان احتیاط پیدا کرده بود؟ بله قربان، اما تحت نظر دکتر روانشناس ترک کرده و چند وقته که مربی ارشد کمپ فینیکسه. اون مسلط به زبانهای لاتین، اردو، عربی و فارسیه. سرهنگ موشه از افسران ویژه امنیتی که تخصص اصلیش امور الکترونیکیه. با وجود اینکه توی پرورشگاه بزرگ شده اما خیلی خوب پیشرفت کرده و حالا یکی از بهترین خنثی کننده های بمبه. سرهنگ موشه هم به سه زبان عبری، روسی و فارسی مسلطه. بسیار خوب. نفر سوم کیه؟ سرهنگ دیوید قربان، نفر اول دانشکده افسری لندن. اون تو دستگیری صدام حسین نقش مهمی داشته. در واقع اون باعث شد که یه جوان متعصب بحث عراق جای صدام حسین رو لو بده. دیوید هم به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی مسلطه. فقط یه نقطه ضعف کوچیک داره. چه نقطه ضعفی؟ بیش از حد به خانم علاقه نشون میده قربان. درستش میکنیم. طبق اطلاعات جاسوس ما از ایران، یک محقق جوان تونسته ماده‌ای رو کشف کنه که با هزینه بسیار کم آب دریاها و اقیانوس‌ها رو به آب کشاورزی و از همه مهمتر آب شرب تبدیل کنه. در حالی که بحران آب از بحران انرژی خیلی حادتره، دسترسی ایران به همچین چیزی یک تهدید بزرگ محسوب میشه. مهندس جوان کسرا مقامی کاشف این دستاورد بزرگه. ما باید با ربودن این فرد و آوردنش به اینجا خیلی زود به فرمول این کشف مهم دسترسی پیدا کنیم. شما باید این مهندس رو کاملا تحت نظر قرار بدید تا به محض دریافت اطلاعات تکمیلیمون از سوی جاسوسمون توی ایران مهندس رو بوده بشه. دکتر ادمین یکی از بهترین متخصصین جراحی پلاستیک و زیبایی جهانه که قراره علاوه بر صورت بعضی از اعضای شما را مورد عمل جراحی قرار بده. برای اینکه اگر کشته شدین و ایرونیا شک نکنن که شما خارجی هستین، باید کل بدنتون رو جراحی کنین. ولی نداره آقایون. ولی خب داره. این ماموریت برای ما حیاتیه و باید از خود گذشتگی کنید. باشه دکتر جان. حتی بله، اون که حتما. یعنی ممکنه که بعدش. بله، اون مشکلی نیست، درست میشه. نگران نباشید، لطفاً به عکس‌ها نگاه کنید. ما سعی کردیم با جستجو تو اینترنت از مدل‌های ایرانی برای شبیه سازی استفاده کنیم. این مدلایی که برای شما تعریف شده. نو وای. من قرار شبیه این بشم؟ امکان نداره. من نیستم، منو هست. شما بعد از عملیات ظاهرتون به حالت اولیه برگردونده میشه. اینو قضیه هم حل میشه دیگه. بله آقا، بله، اون قضیه هم حل میشه. بعد از گذروندن دوران نقاهتتون از چند مسیر با چند پرواز مختلف وارد تهران میشین و رأس ساعت 22:40 دقیقه یکشنبه شب 23 نوامبر همدیگر رو تو یکی از میدونای اصلی شهر به اسم آزادی ملاقات خواهید کرد. مینوشین به سلامتی موفقیت ماموریت تهران. Thank you.
از طرف خودم و همکارانم ورود شما رو به ایران خوش آمد میگیم. کاپتان، کاپتان، ترمزا کار نمی کنه، بدبخت شدیم. دستفروش مواد غذایی غیر بهداشتی در سطح شهر خبر داد و اطمینان داد که شهر در سلامت کاملی. آقا یه ساندویچ لطفا. چشم، یه ساندویچی بهت میدم که تا صبح بری حالشو ببری. داداش انگار حالت خیلی خرابه ها. بیا اینا بخور. بخور. واقعا دست شما درد نکنه. راضی به زحمت شما نبودم. چه زحمتی؟ پس انسانیت چی میشه؟ میگم اما من ماهی دو سه بار از اصفهان میام تهران. اینم برای قرارای مهمی کاری، اما این سری قرارم خیلی مهمه. خدا کنه زود برسیم. شما همیشه اینقدر ساکتی؟ وات؟ بله. هانی پرسیدم شما همیشه اینقدر ساکتین؟ آخه از اصفهان تا اینجا هیچی نمیگون. شما جای یه لحظه. متاسفانه به دلیلی مشکلی فنی نفهمیدیم که از رو تهران عبور کردیم. با عرضی پوزش تا چند دقیقه دیگه به جا تهرون در فرودگاه رش میشه. میگون؟ نه نه نه، مگه نشنی خلبان چی گفت؟ کرکه نیستن؟ چی گفت؟ گفت به جا تهرون میشه رش. گفتین قرارتون خیلی مهم بود. داره؟ خیلی. برنامه یه ذره عوض شد، بیا فرودگاه رش دنبالا. خاطر تأخیر 3 ساعته مشهد مقدس به قصد تهران ترک کردم. آقا ببخشید خواب بوده؟ نخیر. ما حوصله‌ام سر رفت، گفتم یک ساعت یادتون بپرسم شما برای زیارت مشهد بوده؟ نخیر، بنده از افغانستان اومدم. کارتون چیه؟ واردات و صادرات. آقام اگه خواستی ما یک 10,000 لیتر درام مشروبات الکلی. اولاغ بیشور مشروبی که نمیبرن، مشروبو میارن. منظور ما بنزینه. نه خیر، ما تو کار مواد غذایی هست. هی فرمول یه هوامای روسی بارم زمانش که میشه انگار که رفتی شهر ما که قطار بچه چه هم بابا حال مکنی؟ بابا خیلی کشور بگشتی نیم و همین با همه میگن نگرده باش بیشتر که درسات رو بخونی. مسافرای محترم، ما در آسمان تهران هستیم، اما چرخای هواپیما باز نمیره. برای همین مجبورم برای جلوگیری از آتش سوزی سوختمان تموم کنیم. باندم بس برای فرود اضطراری آماده بره. لحظات خوشر بره تا آرزو منه. ای بابا برای چی مثل چوغو که خیلی جلو جلو میکنه؟ مطمئن رفتم این سوار تیاره نرفته. آقا جان چیکار میکنی رشی گرفتی؟ چرا اینقدر جلو میزنی؟ وزیر چی میخوای؟ مگه نشیری گفت چرخای هواپیما باز نمیشه؟ آقا جان این راننده های تیاره خیلی واردن. نگاه الان یک چند دور میزنیم سوخت و خالی میکنن، بعد رو باند کف میزن سر میخوریم میشینیم. سر میخوریم میشینیم؟ مگه داریم همچین چیزی اصلا؟ آه داریم، حالا میبینه نگاه. آقای محترم
استفاده از لوازم الکترونیک امنیت پرواز رو به خطر میندازه. خواهش میکنم با جون مسافرها بازی نکنید. ببخشید پرواز اولشه، نه این چیزا رو بلد نیستن. بله شش. چرخ هواپیمایی که کابلای سیستم اضطراریش تو دیوار دستشویی باید هم باز نشه. شبتون بخیر. شب شما. یه ماشین میخواستم برای میدان آزادی. اونی میخواین؟ بله. عباس آقا مسافر داری. بفرمایید داداش، بی سوار شو بیا. بفرمایید. بفرمایید سوار شو. با این خانومه؟ بله بله بله. خب گفتین عباس آقا. فهمیدم، عمل کرده. بله تفرگ عمل کرده. بله. شما از کجا فهمیدید؟ به حال مشخصه. با اجازه. سوال. بفرمایید. چیه داشت؟ مشکلیه؟ نه خیلی. چه اینجوری هم کنی؟ همینجوری. قیافه شبه اونایی که خواهی چه پرسن روشون نمیشه؟ واقعیتش همینطور هم هست. یک سوالی داشتم میخواستم بپرسم روم نمیشد. میدونید میخواستم بدونم که آیا عملش سخت بود؟ ای بابا از این بچه ها دنلقی کردم. زایه کوچیک بود، کلی انداختیمش رو. من ناراحت اینیم که ای کاش شوهر خدا بیامرزم موقع که زنده بود این کارو میکردم. ایوونکیت هر موقع ما رو توی شرایط میدید خیلی اذیت میشد. یعنی شما شوهرم داشتی؟ دم شما گرم دیگه، دم شما گرم. ای ما ایبویاد چیزی داریم که شوهر نداشته باشیم، چه حرفی آخه؟ نه منظورم با وضعیت قبل از عملتونه. داداش همچین میگی؟ قبل اول انگاه هیولو داشتیم. چی بوده؟ این قضایه مادرزادی بوده تو کمرمون؟ اذیت اون یه کله انداخته بهش دور. به دوازادی همون کجا برم من؟ داداش گفتی زدی هی داریم دوره به دوازادی میچرخیم. راه پیمایش اینقدر نمیشه اگه ما داریم میچرخیم. بگو دیگه کجا بریم، چیکار کنیم، تکلیف چیه؟ من پروازم دیر به زمین نشست. تو این میدون با دو تا دوستانم قرار داشتم، منتها مثل اینکه دیر سر قرار رسیدم. شماره‌هاشون هم هر کدوم میگیرم، یکیشون در دسترس نیست، یکیشون هم اصلا نمیگیره. مرد حسابی، آخه اینجا چیش درست دیگه بخواد موبایلش درست باشه؟ همه فکر خوردن و بردن خودشونن، کسی فکر مردم نیست که. آخه البته من چند سالیه که ایران نیستم. چیکار کنیم، کجا بریم، تکلیف چیه، بی خیال این حرفاش. نمیدونم، هتلی، مسافرخونه ای، یه جایی که تا صبح سر کنیم و صبح ببینیم چیکار میشه کرد. بفهم داشت. بابا سلام داشتای گلم. معرفی میکنم، اسقر آقا مسافر فرودگاه، غریب و خاک بر سر. اسپر هتل ما هم گفتیم بیاد اینجا دوزارم گیره ما بیاد. دمشق هم نه نگفت. کجا؟ تو چشم. الو اصغر. اصغر تو خجالت نمیکشی؟ صدای من کجا شبیه مرداست؟ چرا مزاحم میشی؟ مگه خوار مادر نداری؟ شماره تو بدم مخابرات میام ببرم پدرتو در بیارن. برو. Hi, how are you doing David? David چه دیوونه؟ قرار شد تو ایران فقط اسمای ایرانی آقای برم خان. خیلی ببخشید هول شدم داوود جان. میدونی بلبشویی بود، اصلا فکرش نمیکردم ببینم. وسایل چیزی نیوردی با خودت؟ نرسیده بیهوشم کردم بهم دستورد زدن. بیهوش کردن؟ پس آدرس چی؟ نه تو این کیف کمریه بوده، اینو نیدنش. خوبه شکمت به درد خواست، زیر اون بوده نیدن. فکر کنم موشه است.
بله. خب حالا نگفتی چی کار داشته که مزاحم شدی؟ خانم کار چیه؟ مزاحمت کدومه؟ من به دوستم زنگ زدم. به همین سادگی؟ از کی تا حالا دوست شدی؟ بابا عجب آدمای بیکاری. همون نیومده شماره دادی آره؟ یه زنگ زنم به اسخر ببینم کجاست. فقط حواست باشه تو ماموریتی. حکیم شهر. بهنام. برج تورنج. بلدم داشت بلدم. داشتم میگفتم. همین برج میلادو میبینی؟ اسمشو گذاشتم پروژه ملی. هی هم دارن پوزشو میدن. ولی من که میدونم کار اینا نیست، کار خارجی هاست. اسمشو پروژه ملی گذاشتن تو بخور بخورشونو کسی نفهمه. ایوال موسازه نه؟ بفهم بیدونم کرایه امروزه. آقا صاحب، دیشو چشم راه بودم. ای بلند طبقه بسیار کلان است، اما خالی است. فقط 10-12 بلاک پر است. چی میگی؟ میگه اینجا خیلی بزرگیه، ولی فقط 10-12 واحد ساکن داره. از دیروز صبحکی بلاک و پاککاری کردم، خاک جاروشو بردم بیرون که پاک و ستره باشم مثل دسته گو. سلام علیک. سلام. ای امشیر سوسن خانوم است، عامر بلاک ها. مدیر ساختمون میگه. معمولیت یادت نده. خوشبختم آقای داوود هستم. خسروی. آقای احتیاجی نیست. بفرمایید واحدو نشونتون بدم. بفرمایید. بفرمایید. اینم منزل شما. بفرمایید. خوش اومدید. به 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 به. خیلی هم عالی. چه دلباز. راستی شما مجردین دیگه؟ بله. البته در شرف ازدواج هستیم. قول میدیم اینجا دون مزاحمت نکنیم. این دوستان دارن سر و سامون میگیرن. منم که تابع شرایط. خیالم راحت شد. این کلید خدمت شما. اگر کاری داشتین حتما با من تماس بگیرید. خیلی خوشحالم از داشتن همسایه مثل شما. ببخشید. خداحافظ. جاسوس اصلی ما شما را زیر نظر داره، اما به دلایل امنیتی نمیخوایم حتی برای شما لو بره. اون آپارتمان با فاصله کمی مشرف به محل سکونت مهندسه. بازم تکرار میکنم که عملیات زیر نظر گرفتن لحظه به لحظه مهندسه تا زمانی که دستور رو بودن صادر بشه. به هر دلیلی هم گیر افتادین، قهرمانانه از کپسول سیانور استفاده کنید. لپتاپ نیست. لپتاپ سر جاش نیست. یعنی چی؟ اینجوری عملیات لغو میشه. همه اطلاعات ضروری، نقشه‌های ساختمون، تنها راه مطمئن ارتباط با مرکز، همه چی از طریق لپتاپه. پیداش می‌کنیم. باید بریم سراغ پسر افغانیه. ها! سلام علیکم بیادر. سلام علیکم. بلاک پاک و ستره بود؟ از همه چی رضایت داشتی؟ آره پاک و ستره بود. نه نه، ولی یه چیزی از تو ساختمون کم شده. آه، فهمیدم کار کدام پدر نالت است. ها، کار کی بود؟ کار همون معمار که اومد نعل مطبخ درست کرد. ما میروم کتشون کار دارم. نه نه، عجله نکن. من خودم بهت میگم باید چی کار بکنی. شما این؟ ببخشید مزاحم استراحتتون شدم. خواهش میکنم. یادم رفت برای امشب جلسه ساختمون دعوتتون کنم. جلسه ساختمون دیگه چیه؟ اجازه میدونم بیام تو راحت تر باهاتون حرف بزنم. آخه میدونیم ببخشید ما نه بابا. هنوز نسل مردایی که با یه خانم صحبت میکنن به تته پته میفتن تموم نشده. خدای ببخشید من چقدر پر حرفی میکنم. برادرم همیشه بهم میگه انقدر حرف میزنی رو سرتو به باد میدی. کجا میفهمی؟ بله بله با جان محمد هم من هماهنگ میکنم شب خدمت رو میرسم. منتظرم. عملیات نرمه. چقدر نرم؟ آدم چه کار میکنی؟ با چرا نمیای؟ آماده نشدی؟ من همیشه آماده و رو فرمم. شما به پشت میزادت کردی جناب سرهنگ. بدون خشونت دیگه. I promise you. Never mind. بزن بالا. من فکر میکنم روح همکاری بینمون از بین میره. موشه پیرنش بزن بالا. روح همکاری تو
نه اینا که برای حفظ جون خودتون بود، می‌خواستم تحویل بدم. خیلی خوب بریم، اینجوری بهتر. پاها. پاها چی؟ میشه؟ پاها. در این رو همکاری بینمون رو لکه‌دار می‌کنی اینا. اینا رو کی کرد تو پاچه ما؟ نبر ماین، بریم. برگرد. نخونه می‌خوایم بگردینم. برگرد. موشه فکر می‌کنم این برای روز اول کاریمون پوزیشن خوبی باشه. برگرد. حالت خوبی نیست آخه. اسپری. اون اسپری زیر بغله. آره نوع فلفلش. بله. ببین شانس دلیت تو. جرأت داری اسم تو بگو. خانم عزیز. چی؟ به من نگو عزیزم. یه جوری میگه انگار که من صد دفعه تا حالا دیدی. ببینید اون تماس یه جورایی اشتباه بود. به همین راحتی. من نشستم تو خونم که نیاورونه خیابان مجره غربی پلک پنجم. فکر کنم جان محمد بیام بریم. سلام علیکم بیاده. پرسن کردم کلکیشون خانه هستن نالیتیا. بیا. یالله. یالله. سب کن. یه جوری رفتار کنی که نفهمه لپتاپ دزدیده شده. خیالت راحت. فعلا. مراقب خودت باش. منم برم آمادشم برم جلسه ساختمون. تو این جلسه رو تصمیم گرفتی بری. مجبورم. اول کاری نباید تنش ایجاد بکنی. شما بمون که مهندس رو چک کنی. سلام هرچی. نه سلام. ببخشید من اشتباهی اومدم؟ نه خیر. شما باید همسایه‌های جدید باشید. بله. بنده کرمی هستن مالک همین باید. خوشبختم. خب حالا که همگی حضور دارین اول همسایه جدید رو معرفی میکنیم بعد جلسه رو شروع میکنیم. آقای خسروی، داوود خسروی از همسایه‌های تازه وارد و خوب ما هستن. خوشبخت هستید. خواهش میکنم. به همچنین. حاج آقا، حاج آقا، با ما باشین لطفا شروع کنیم. بله بله، ببخشید من یه لحظه تو واتساپ بودم داشتم یه سوالی رو جواب میدادم. بله من معتقد هستم که ای بابا، خانم اسلام‌آباد، خواهر من، شما که عیال بنده رو میشناسید چقدر حساس رو این چهار تا شکست زنی. خب این بچه رو یه جا بنچوری که خدای نکرده یه موقع ظروفی چیزی نشه. چشم حاج آقا. کامی جون پسرم بیا اینجا بشیم. همسایه‌های عزیز، دور هم جمعتون کردم که بگم مدیریت ساختمون واقعا برای من کار سختی شده و اگه به من کمک نکنین عملا از دست من کاری بر نمیاد. ببخشید حاج آقا، هی میگی کمک همکاری. خانم به من چه؟ من طبقه اول میشینم، سقف ساختمون طبقه بالا سوراخ، به من چه مربوطه؟ اونایی که آسانسور سوار میشن دندشون در پولشون بدن. واه بلا به دور، از حاجی آقا خجالت بکش. فرهنگ آپارتمان نشینی شعور میخواد که شما ندارید. شما باید برید تو چادر زندگی بکنید که همه چیز مخصوص خودتون باشه. چی شد به من میگی بیشور عوضی؟ ای بابا شکستی شکستنیو. خانم شما هم یه کوتاهیایی داشتین ها، ده بار به شما گفتن کلید پشتبون به ما هم بدید ولی هیچ کدومتون توجه نکردین. ببخشید حاج آقا معذرت میخوام، پشتبون که لابی نیست هی رفت اومد بشه. شما کلید پشتبون رو برای چی میخواین؟ خب آدم پشتبون کار داره دیگه. شما خودتون پشتبون نمیرین؟ نه ما کاری نداریم پشتبون. یعنی خودتون کلید پشتبون رو نداری؟ نه نه. خب حالا که سوسن خانوم استعفا دادن و داوطلبی هم وجود نداره، برای مدیر ساختمان باید قرعه کشی کنیم. با اجازه. بفرمایید. بفرم. برای اینکه انتخابات ما سالم باشه این دفعه خودم برمیدارم. بله. از شما درد نکنه. آقا داوود این قسمت شماست ریاست. مبارک. دست شما در نکنه ولی واقعا امکان نداره بخاطر اینکه بفرمایید. خواهشان آقا داوود، قوره کشیدیم که کسی دبه نکنه. من خیلی خوشحالم که آقای جا افتاده و جدی جانشین من شده. بفرمایید. این مشکلات ساختمون، این کلید سرایداریه، این کلید موتورخونه است و این کلید پشت بومه که رفت آمد قدغنه. بفرمایید. آقا داوود، گلم، من میخوام بگم حالا که شما افتخار دادید رئیس همه ما شدید، من پیشنهاد میکنم 10,000 تومان به شارژ اضافه کنید، همه این مشکلات حل بشه. آقا مگه پول علف خرسه؟ اصلا به تو چه مربوطه کلم پیش تو قضیه شارژ ساختمون دخالت میکنی ها؟ شما مثل که به سیف ایجاد خیلی علاقه دارید. دارم که دارم، کلم تو همه به تو چه؟
خیلی مونده برسیم؟ نه چند ترک بیشتر نمانده کوچه میدونم میدونم آه بهت اختار دادم ایا همش مواد میکشن فکرت باشه حواسم هست یه تجربه تلخ اینجوری داشتم تو نگران نباش سلام علیکم آقا بچه چطور هستی؟ حالت خوب است جانت جور است؟ بخیر باشی خوب بچه به چی خانه خود نگر نداشتی؟ سوسن خانم که دیدی خوشش نمیآید یک غریبه در اتاق سریداری خو کنه ما هم که به تهران کسی نداریم صبح بیرون میشه پشت کار به چه خاله میفهمم بگیریم پیسرا اینجا شما هم خرج داری خدا وقت میگم قیافش هم اصلا به تو نرفته مسائل تو بذار اونجا بیا بشین با امان خدا با امان خدا بری بکش سلامت یا الله او بچه خدا راستی به وقت رسیدی مادر زن دوستت داره با ما هم دود بشو سرنوشت عملیات امشب بستگی به کار تو داره حالا که اینقدر سلام میزنی یک دود میکشم بیا دیگه بابا سیپو زیاد نه گلومو میزنه که؟ ای بیدم اومدی؟ از مهندس چه خبر؟ از صبح تاله خونهش تکون نخورده دوربینه و شنوداره کار گذاشتی؟ آره وصلشون کردم ولی بدون وجود لپتاپ قابل استفاده نیستن تو چه خبر از جلسه ساختمون؟ شدم مدیر ساختمان دنده داشت جدی میگی؟ بابا ما خودمون این همه کار داریم وقت رفته شدی مدیر ساختمون؟ بابا این عملیات حیثیتیه ها تو موقعیت بهترین تصمیم بود دو تا همسایه افتادن به جون هم خونین مالین کردن هم دیگر رو بعد قائله رو ختم کردم بعدم دو سه روز ما بیشتر اینجا نیستیم کاری نباید بکنیم که سوسن خانم که هیچ تأثیری تو این تصمیم تو نداشت بله ببین چیزه چرا تو وایبر نیستی هرچی گشتم نتونستم عکس تو پیدا کنم خانم بابا من اشتباه گرفتم میفهمی؟ بیجا کردی من خر فرض کردی تو هر کی هستی خبر داشتی که من یه زن مجردم و خونی مجردی دارم ببین چه آدمی گیره ما افتاد تو این ریبیری کاش این آدم هرچی زودتر این لپتاپ پیدا کنه پیدا میکنه اون مامور خشن و جدیه خشکی افرو نیشه کشتما چه کنم افسوس مال مردم زیم 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 مهندس ما تو پشت بوم تو مطمئنی یارو مهندسه؟ داره با این هواپیمایی مدل کوچیک بازی میکنه مگه داریم؟ فکر کنم این ماموریت سرکاری الان با کوچیکاش بازی میکنه بعد با بزرگاش بهمون حمله میکنه ارتباط با مرکز وصل شد یه سری تجهیزات احتیاج داره به عباس آقا سپردن برامون بیاره بابا خریدش فروشش ورودش همه چیش ممنوعه اصلا جرمه من خودم بیچارهشم تونستم این دیش مخلف رو واسه پیدا کنم حالا اینو ولکن بگیرم بابا تو در میارم نگاه چه خبره؟ تا حالا همچین چیزی ندیده بودم حالا خوبه ممنوعه کاجاکی 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 بده کردی؟ I love you تو چیه میکنی؟ لپتاپ چی شد؟ ببینم بدش برم چجوری تونستی ها؟ مفصل حالا میگم فعلا فقط الان باید بخوابم کاشکی نیش تو برو نقشه خط تلفن خونه مهندس از تو لپتاپ در بیا بعدم شنودش را بنداز تو چیکار میکنی؟ با من نمیای؟ من باید تو رو پوشش بدم تو این فاصله مگه مهندس از تو خونه بیاد بیرون باید تحقیقش کنه
جیگول داره از پارکینگ میاد بیرون. سریع خودت به موقعیت برسون. همین الان. موتور سواراست. بعد اینا تو خیابون جمعشون کنن خانم. من گواهی نامه ندارم. مهم نیست خانم، افسر من میگم من پشت فرمون میگم. حالا شما خودتون طورتون که نشد. نه فقط یه خود ترسیدم. میگم نمیره این آقاه. فردا سرتون مردش هم دنگیدون یه دیگه شو ببینم. کی به تو گواهی نامه داده ها؟ تو اگه خواهر خودتم بود اینجوری میزدی به؟ بابا مگه اون تابلو خیابون یه طرفه نیست؟ بابا تو تابلو اینقدی رو دیدی؟ ماشینی به این گندگی رو ندیدی؟ فکر کنم فشارتون افتاده. یا آب میوه بخورین فشارتون میاد سر جاش. شانس آوردی من دارم با این خانم میرم. یعنی بعد بلایی سرت میآوردم. خانی بریم. بشین بریم. چیه؟ چی شده؟ ها؟ چیه تو خواهی افتاده؟ تصادف کردم. داشتم تعقیب میکردم. تصادف؟ آره. ای بابا قدم نتونستم برم دنبال مهندس. بده من اینا رو، بده من اینا رو. مهندس هم گمش کردی؟ آره آره. بدتر از این نمیشه. آدم کو گذاشتمش پای مانیتور شیش دنگ حواسش به خونه مهندس باشه. خودت چیکار کردی؟ من که کارمو خوب بلدم. دوربینا رو کار گذاشتم، شنو دو وصل کردم، الانم ارتباطمون با مرکز وصل میشه. یعنی چه؟ برق رفت؟ آخه مگه داریم؟ نه آخه رو چه حسابی قطع کردی؟ در بیلو بردان نقد کردی خب بلاک شما با برق مشترک گفت قطع میشه اونه هاش خود داری من رفتم بلاک؟ بفرما آقا ببخشید مشکلی پیش اومده؟ نه همیشه خوبه برق یه طبقه رو که قطع کردم برق مشترم قطع کنم تموم میشه خواهش میکنم این کار انجام ندید من حلش میکنم بخواهید حضرت همشه نقدی تقدیم کنم بفرما چی؟ رشوه میخوای بدی؟ رشوه سلام علیکم. سلام علیکم آج آقا. چی شد آقا داوود؟ اتفاقی افتادی؟ والا جنه هم چیزی که نیست اینجا. این برق رو قطع کردن. ما هرچه ملتماس میکنی به خردشون نمیره. بس نمیکن. الان برق موشه رو میخواد قطع کنی. عجب. برادر خسته نباشی. من هم از ساکنین این ساختمون هستم. خدمتتون عرض شود که ما... چشم آج آقا. وصلش کردم. فقط شما هم دستور بدین که زودتر پرداخت کنن تا دوباره قطع نشه. با اجازه. حتما پیگیری میکنم. خدا نگهدار. آقا داوود زحمت بکش همین امروز این شارژ ساختمون رو جمع کنید که بعد این همه خواهش و تمنا و ریشگه رو گذاشتن بدخود نشد شما هم کمکش کنید برمت زیاد کدوم خواهش تمنا؟ اصلا اینو آدم های عجیب قریبی هست سیستم خدماتیشون رو با همه جای دنیا فرق داره آخه میگه داریم هم چیزی پولم نخواست سلام عزیزم اینم گردنبندی که بهت قول داده بودم ببخشید من گردنبند نخواسته بودم شمایید؟ بابا یه اهنی یه اهونی ترسیدم حالا خیلی مزاحمتون نمیشم برای گرفتن شارژ خدمت میبینید بزنید. که وضع ما رو دستم خالیه یکم ولی تو فکر شما شارژتون هستم راستش الان یه مهمون خیلی مهم دارم فکر بد نکنین جلسه کاریه خودم میرسم خدمتتون جلسه کاری بذاری بفرمایید. سلام عرض کردم خانم قیاسی. سلام. من در ارتباط با شارژ ساختمون مزاحمتون شدم. حقیقتش اینه که متاسفانه یکی از اقوام قیاسی فوت شده بود امروز و
رفتن شهرستان با عجله، برگشتن میگم حتما شارژ رو پرداخت کنن. من واقعا متاسفم، چه بدبختی من مزاحم شما شدم. دیوید چه؟ وقتی من رفتم دنبال چیز مجبور شدم، فقط همینو کم داشتی. اینا ما را دیوانه کردن. دوستم یه مشکلی براش پیش اومده که فقط به دست تو حل میشه. رنگر روخ بکلی نداره، چی شده؟ ببین جان ممکنه که تهیهش سخت باشه ولی احتیاج به مواد داره. همی تو گفتی پیدا کردنش مشکله که خیا کردم داروی قلبی، مغزی یا مرگی کار داری. این یک فقره به فضل خدا تحریم نشده. الو، اشتراک 8690 هسته. هر وقت از شبان روز تماس بگیری در خدمتم. انتخاب کن. این چیه؟ این مال آشپزخونه خودمونه. داغ داغ تازه از پادست کدر بردم بدن. نه من گفتم که فقط یه زد تیلیات میخوام، اونم برای قندمه. بد نمیخوره انقدر سنتی باشی. ته بار یه چیزی دارم، یه چخص نابه نابه. برو بکش حالشو. نه اوکی آره. فقط من این یارو چیزشو ندارم. اونم دارم، پی بافور. دمت گم جامعه. من کیه آوردی واس ما؟ این چیه من؟ حالا نه من مشکل ندارم، اونو قندم زیاد بالا نیست. ماشاءالله. میخوای اگه لازم داری برده من حساب میکنم ها؟ نه تعارف نکنم. ها ماشاءالله. موندم اگه سازمان اینجا دوربین کار گذاشته باشه و منو تو این شرایط ببینه چی فکر میکنه. اوخ، یه پیام از سازمان. موشو بیا. بگیر اینو. گرجی. سرهنگ رو بینزه. وایسا. حالا بستش کن. سلام قربان. سلام قربان. وضعیت 14-23. در خدمتم قربان. ببینم اون کیه پشته. سرهنگ موشه. اون چیه پاش؟ شلوار راحتی ایرانی ها قربان. پیجامه. سری بکش پایین. چشم قربان. اون دیگه چیه؟ شلوار راحتی خودم قربان. بکش بالا همون قبلی بهتره. چشم قربان. چه خبر از پرندتون؟ همه چی تحت کنترله؟ قربان، نفس به نفس دنبالشیم. نگران نباشید. خوبه. جزئیات کارو کاملا در نظر بگیرید. نمیخوام موقع دزدیدنش اتفاق خاصی بیفته و برنامه‌مون به هم بخوره. راستی ببینم آدام کجاست؟ قربان، آدام مشغول عملیات هستش، یعنی سر پستش. خوبه. اون یکی از نیروهای فعال ماست. از پتانسیلش استفاده کنید. راستی، خبردار شدیم فردا یا پس فردا مهندس از نقطه‌ای به نقطه دیگه منتقل می‌شه. نمی‌دونم چی شده. ببینم اطلاعات مهمی بود. آنتن رفته. بپر بالا آنتن چک کن. موقعیت درجه یک، وضعیت اضطراری. همشون نابود کنید. مامورا این مورو ملک ریزن رو پشت بود. کپسول برم بده. بده من میاد. از من برم سر گوشی ها بودم. بیام. آماده باشون شما. شما آماده باشید. چه خبره؟ حاج آقا سریع لباس بپوشید، مامورا ریختن رو پشت بوم. ما خودمون نمیتونیم بریم رو پشت بوم. اونا چطوری رفتن؟ از رو پشت بوم همسایه رفتن حاج آقا. بدونی کلید که نمیشه رفت رو پشت بوم. بفرمایید کلید. بزن اینا داغون کن. بش کن. امامزاده زین. اینا مال کیه؟ آج آقا الان که وقت این حرفا نیست. برادر من داره چی کار میکنه جلو آج آقا؟ زشته. سر کن. سلام آج آقا. سلام. خدا توفیقتون بده. این کارا واسه چیه؟ آج آقا از این ساختمون به اندازه 5 تا ساختمون دیش و الانبی پیدا کردیم. شما اومدین کمک؟ نه خیر، بنده اومدم یه فرصتی بگیرم که خودشون جمع بکنم. شما اگه اینا رو ببرین باز یه عده میرن میخرن. باید اساسی درستش کرد. شما چرا حاج آقا؟ اجالتا دستور همینه. اگه اجازه داشتم میومدم رسیوراشون هم جمع میکردم. با اجازه. جمعش کن. مرمت زیاد. خب امیدوارم از این ماجرات درس گرفته باشید که دیگه همچین وضعی پیش نیاد.
من یه نصب میشستم از این دیشه از پشت پرده نصب میکنم میاره میذاره دیگه دردسر پالو پشتمون و تنظیم و نصب و نویز هم نداره. من برم زنگ بزنم. ببخشید آقا، با اجرت نصفش چقدر در میاد برامون؟ بله بله، من با اجازه ببخشید. به استفاده شدم یه ماشین فول اتومات برامون بیاره. پس حتما گردون صندلی هم داره. چاکر هرچی برده. سلام عباس آقا. سلام علیک. طبق دستور یه ماشین بروی درجه یک واسه اجاره کرده داشته من. آی که کاغذ بازی این حرف داشت که خودم دیگه ردیفش کردم بس. خب کجاست؟ یعنی شما یه همچین سالاری رو نمیبینی؟ کجای؟ اینه؟ دم شما گرم. دم شما گرم. کل تهرون رو بگردی یه همچین سالاری پیدا نمی کنی. عروسکه، عروسک. سگش میارزه به سکت از این ماشینی که قدک رو باز دارن. اوتومات دیگره؟ اهل محکوس پکوس نیستی یا. به قول آقا جون خدا بیامرزم میگفت کلاش واسه ماشین، اینو پاروه واسه قایق. از جلتمت شما بعید داشته من. این بیمه دعای مادر به این درشتی چقدر اعتبار داره؟ یه عمر. یه عمر. مگه داریم همچین چیزی؟ داری یه صد تا بده. صد تا چی؟ پول. پول برای چی میخوای؟ بابا برای این دیگه. داداش اون چیه؟ اون آشناسم چیه؟ چی؟ این؟ داری گیاهیه. من نمیدونم این عباس آقا یه همچین ماشینی برای چی برمون گرفت. من اصلا نمونه شون دوره برای ندیدم. نمونه شون من سال 1970 تو لندن دیده بودم. ماشین جالبیه. ضبط صوت هم داره. من میگم یه آهنگ بذار هم حال کنیم. همینم که دوره برای من شک نکن. براو. مثل همیشه فکرات درسته. بفرما. اینم موز. کمیش کن. این بروم سکت مصف. بروبش کدومه. درست شد. هرچی از اینه کردیم پرید. سوخ سوخ همه چاو. باش ازتون آمد برم. کجا؟ بابا چی میگی زندگیم سوخه؟ ما الان تو ماموریتی ما. به جهنم. این کار تو یعنی سلب مسئولیت، فرار از ماموریت. برات گزارش رد میکنم. اوه 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 مهندس من. بپر بپر. برو برو برو. اینو بلش کنیم بریم. برو 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 اومد. واجلا رفت کن. برو. این کمر من دست نمیشه. گه گه. بلش کن بلش کن، مال منم باز نشد، نه بیشتر دکوره. بازارش گمش نکنه. نه، مطمئن باشی هیچ چیزی نمیتونه باز چیکی من اینو گمش کنه. فقط زودتر باید اون چراغ رد کنیم. نگران نباش، 25 ثانیه وقت داریم. باز 25 ثانیه. بابا 25 ثانیه الان بودی هیچی، با این شرایط سوژه رو کامل از دست دادیم. من که چراغ قرمز رو رد کنیم ها؟ نه نه، 10 ثانیه مونده که ثبت بشه، نگران نباش، بهش میرسیم. راست میگی، حق با تو. ای بابا پس چرا این قفل شد؟ بابا این رو هفت جنمون غلط نکنم یکی داره با ما بازی میکنه، وگه نه امکان نداره رو هفت بمونه. هیچ بابا کامل سوژه دستمون رفت. آه بالاخره ثبت شد. ای بابا اینا این وسط چی کار میکنن؟ بابا چراغ ما ثبته. نرو نرو میزنی بابا برو. آه چه خبرت حیوان؟ حیوان منم یه توی که وسط خیابونی؟ با چی بابا؟ دست رو جرم اینا بیم بیم دست رو بکنم. نرو نرو باشه. فکر می‌کنی داره چیکار می‌کنه؟ این بغلی ایستگاه متروه. فکر کنم می‌خواد بره تو مترو. خیلی خوب، من پیاده میشم. نفس به نفس رقیبش می‌کنم. تو چیکار می‌کنی؟ منم توی فرصت میرم رادیو رو نصب می‌کنم به ماشینش. Thank you.
ببخشید میتونم کمکتون کنم؟ برو داداش برو تابلو نکن برو. تابلو؟ من متوجه نمیشم، من صاحب این ماشین هستم. آقا سلام، خوب هستین؟ من نوکرتم. خوبی؟ من میخواستم اتفاقا شما رو براتون بذارم. من دو تا خیابون بالاتر ماشینم خراب شده، یعنی بنزین تموم کرده. این همه شما احتیاج دارید؟ پر مصرفه خیلی، 15-16 لیتر میسوزونم. پس دوتا کارتون انجام بدید، من کار دارم باید برم. چشم، الان من دو تا میک دیگه بزنم تموم میشه. ببخشید فکر کنم پر شد دیگه. یه این تموم میشه. ریخت بسته دیگه، پر شد. لنگشم که برد. بنزین نداری شما اضافه؟ متشکرم. روشن شد؟ روشن نمیشه، خیلی متشکرم. همینجا خوبه، بعد میدم ببرنش داخل. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید. آقا تو رو خدا من میخری؟ یه دونه ماشین بخر، چی میشه مگه؟ آقا هیچ نبودم، میخری؟ آقا تو رو خدا یه ماشین. آقا ارزون میدم. آقا تو رو خدا بخواه هره برم خونمون مالن دعوا میکنه. یه تو رو خدا بخواه که تو رو خدا. آی آقای محتر. بله بایستا بینا نه تازگی اومدی این ایستگاه؟ بله همین الان رسیدم. بچهای فری قارفوزی؟ چی فرمودین؟ فری چی؟ برای من لفظ قلم حرف نزن. اینجا دستفروشی یه دونه‌ش هم ممنوعه. تو که جای خود داری، بازار متحرکی. بیا بریم بینم. بله بفهمید. ببینم کجایی؟ خانم میشه من از شما خواهش بکنم؟ آخه شما چند تا شماره دارین؟ بحثو عوض نکن. کجایی؟ چند ساعته تو دسترس نبودی؟ الو سلام، چه خوشتی. سلام سوتا خانم. خیلی ممنون لطفتون. مرسی. بگو سرت گرمی. کثافت. اول تکلیف منو مشخص کن بعد برو. خانم من که شما رو نمیشناسم که. خواهش میکنم دیگه به من زنگ نزنید. برو که خوب شناختم. لیاقتت همون ایکبیریه که کنارته. هر جا احساس گذاشتم سوخت. ببخشید شما حالتون خوبه؟ مثل شما بهتری. ببخشید وسط مکالمات مزاحم شدم. واقعا گندت بزنه. تو مترو به مشکل برخوردم، مهندس از دستم در رفت. نگران نباش، الان تو مسیر برگشت خونه است. سیگنال ازش داری؟ بله، رادیویی که به ماشینش بس کردیم درست جواب داد. سلام عرض شد. به به، جناب آقای حاج آقا. ببخشید مزاحم شدم، آقا داوود تشریف دارن. بله، از سایه میگم میان خدمتتون. ببخشید این بوی دود چیه؟ فکر کنم بوی چوب سوخته باشه.
ولی فکر نکنم بوی چوب باشه، فکر کنم سیمی، سیخی، یه چیزی داره میسوزه. الان میرم چک میکنم. داوود جان، با شما کار دارم. سلام علیکم آقا. سلام عرض شد. ظاهرم میسی که اومدی در آپارتمان بنده نبودم. شما که مهمون ما هستین که، منتها همسایه‌ها همکاری نکردن. همش به خاطر تهاجم فرهنگیه. آداب و رسوم همسایه و همسایه‌داری گم شده. حالا بوده آقا. نمیدونم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. ببخشید. ولی فکر نکنم بوی چوبی چیزی باشه. شنایی ما رو نابود کن، نابود کن. همش نابود کن. ببین چی شد؟ همین الان رو هنسرنگ خونش یه پیغام گذاشتن. پلی کن ببین. بیا دوستتون دارم و گوشی کاری جلف چیه تو یاد گرفتی آخه؟ ما الان تو مأموریت هستیم. همون رو بس فکره دیوانه کرده منو اروان جیهانم بابا خط موبایل تو عوض میکنی خبر بده فردا ساعت 10 برای اسرائیل برنامه چینی 9:45 دم دانشگاه باش. به فضل خدا نابودیشون نزدیکه. منتظرم. آقایون امنیت کل منطقه در خطره. بنابراین اهمیت عملیات ما چند برابر شده. مشکل بیش از این حرف هست. دمت گرم. سرهنگ موشه. بله قربان. شما فایل صوتی رو به مرکز ارسال کن. چش قربان. سرگرد آدم. بله جناب سرهنگ. پشت خط کیه؟ یارو چه خسروشه؟ اینا چقدر خدمات رسانی سرعت عمل دارن؟ 5 دقیقه دیگه با مواد اینجاست. جالب نیست قربان؟ فردا روز بسیار سختیه. بنابراین هر غلطی که داری امشب بکن. ای بابا آخه مگه داریم؟ آقا این چه وضعیه؟ دیشب کندیم برای خدمات رسانی. تا یکی دو روز نباید ماشینتون رو پارکینگ بیرون بیاری. یعنی چی؟ خب اینو قبلا بعد ما نمی کردی. مهندس، مهندس. بری 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 بری. تاکسی! بودو 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 آقا بگرش بگرش من هر رقم فکر میکنم برم اجام من بده اعتبار نیست من برم ماشین جام جام کنم راش باشم برو برو شعار میدن ها کاری به این کارا نشده باش چه شد با مهندس باشه برام باشه از بهش ساعت یه باید برم خونه باتریم داره میافته حواسم بهش هست این عقاب دارم موزم سلام روزتون بخیر به نظر شما اسرائیل با اقدامات وحشیانه خودش میتونه موقعیت مردم فلسطین رو بشکنه از ایشون بپرسید من وقت ندارم دوست از شما بفرمایید اسرائیل میتونه موقعیت مردم فلسطین رو بشکنه نکته خوبی اشاره کرد اینا باید نابود بشن اینا باید گول خودشون رو گم کنن این مملکت برن بیرون نابود بشن میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ چون اسرائیل یک کشور جهنیه کار داری میکنی؟ موج جدید افراطی‌گری در ایران تجمعی که بر ضد رژیم اسرائیل شکل گرفته بود با حرکات عده‌ای از افراطیون به تشنج کشیده شد در پی این اقدامات رژیم اسرائیل خواستار فشارهای بیشتر بر دولت ایران شد تظاهر کنندگان افراطی در حرکات نمادین خواستار حمله نظامی به اسرائیل و به آتش کشیدن تل آویو شدند. شت اپ بابا شت اپ زغال 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 گند زدیم گند آبرمون تو مرکز رفت وای چی شده حالا اتفاقی که افتاده دیگه چاره دیگه ای نداشتیم خودت که دیدی تو عمل انجام شده قرارمون دادن Let me please explain to me کجای کارمون اشتباه بود؟ کجای کارت اشتباه بود؟ آخه کسی با دندون پرچم امریکا رو پاره میکنه؟ بابا دوتا شعار میدادیم میامدیم دیگه راست میگی خب کارمون اشتباه بود یه ذره من خود جبگیر شدم به جای این حرفا بهتره زودتر به مرکز اطلاع بدیم جریان رو ماسمالی کنیم با چی؟ همه آنتمانتر رو کندن رفته شانس بیاریم ماره سوختمون نکرده باشن ها؟ سوخته؟ چی سوخته؟ ها؟ چی سوخته؟ نه میگم سوخته خب چی سوخته؟ نه چیزی نسوخته سوخته آه! از اون دیگه خونه خوره
سلام علیکم برادر. سلام علیکم. برای پرداخت شارژ عقب افتادی خدمت رسیدی. وایجزه. اخوی جان، این شارژ خدمت شما ببخشید دیشد. اینم تقدیم به شما. این چیه؟ همکار عزیزی که اون روز دیدین عقدش کردم. وایجزتون قربان. اخوی سلام. این شارژ ساختمون خدمت شما. میگم رو دوستی با من میتونه حساب کنی. سلام، وقتتون بخیر. بفرمایید، اینم شارژ من. در ضمن میدونید کامی جان پسر گلم یه سرود آماده کرده. ای ایران ای مزه پر کنه ای دم 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 دم. با اجازتون. سلام حاج آقا. سلام، مرمت زیاد. سلام عرض شد آقا داوود، خسته نباشید. سلام علیکم آقا، حال شما چطوره؟ آقا داوود، ما هم میگفتید صبح با هم میرفتیم. تو رو خدا ما رو حلال کنید. ما نمیدونستیم از برادران مکتبی هستید، از خود ما هستید. خدا ما رو ببخشه که اون روز از بوی دود بهتون گمون بد. بله، بعضی وقتا ما زود قضاوت میکنیم. البته تقصیر خودتون هم هستا. آخه سه تا مرد عذب توی خونه چی کار میکنید؟ خب دست آسیم بالا بزنید دیگه آقا داخل. خیلی سخته آجا، ازدواج خیلی سخته. اصل ازدواج آسانگیریه، اینو بدانید. شما تصمیمتون رو بگیرید، من براتون آسیم بالا میزنم. خب من دیگه مزاحم وقتتون نشم، با اجازت. خواهش میکنم. موقع داوود نگران شدم باز این بو آشناسی، باز بوی سیخی، سیمی، یه چیزی میاد. اون راستش اسفنده، چون امروز ما تصاویرمون خیلی پخش شده، یه سر تو چشم بله بله، همینجایی که میفرمین حتما اسفنده. خب با اجازه. واقعا هیچ جوری تو مخیله من نمیگنجید که یه تیکه سوخته انقدی بتونه یه مامور درجه یک و کارکشته ما رو به این خفت و خاری بندازه. البته یادتون باشه من به خاطر لپتاپ گیر این افتادم ها. من این چیزا سرم نمیشه. اگر ادامه پیدا بکنه ها، همه چی رو گزارش میدم. باشه. من هم حرفای برای گفتن دارم راجب سوسن و نرگس و رز و یه گل خونه. منم گزارش میدم. بده بده میمی کی بهتر میده. سلام. به سلام سوسن خانم، بفرمایید. اولا اومدم راجع به رفتار اون روزم تو لابی ازتون معذرت خواهی کنم. خواهش میکنم، نفرمایید. دوما یه کاری دارم میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم، اما نه اینجا. به نظرم فردا نهار موقعیت مناسبیه، با یه تیر دو نشون میزنیم. هم نهار میخوریم هم صحبت میکنیم، چطوره؟ میشه بذاریم یه فرصت دیگه. اوکی، هر جور راحت. Oh my love, my darling. چه؟ کپکت انگلیسی میخونه؟ مردم از خوشتیپی، بد جوری بهم گیر داده. تازه دعوتم کرد به نهار در یک رستوران. من اول افتاد ازش خوشم میاد، ولی خب تا به حال تو هیچ مأموریتی اتفاق نیفتاده که من وا بدم. مطمئنی؟ 100%. میدونی دیوید؟ اینکه اون سوسن خانم با وجود من و آدم از تو با این هیکلت خوشش اومده یه خود مشکوک میزنه. درست نمیگم؟ عاقلان دانه. در صورت اگه واقعا میخوای از سرت وازش کنی، به نظر من قرارو باش بذار برو رستوران، باش نهارو بخور، بعدم بهش بگو عاشق یه زن دیگه ای هستی. اینجوری دومشو میذاره رو کولشو میپره میره. کتاب شناخت زنان ایرانی جلد 123 قانون 999 یادت نره. فکر خوبیه. آره that's right that's cool. اینجوری تحقیقات گلخانه منم ناقص نمیمونه. Oh my life, this life, shut up بابا. راستش اولش که دعوتم رو رد کردین حقیقتا ناراحت شدم، ولی بعد که دوباره دعوتم کردین گفتم خب این مرد جنتلمنه. ببینید سوسن خانم چونم، من اصلا آدم احمقی نیستم که دور از جون بخوام پیشنهاد یک خانم بسیار زیبایی مثل شما رو برای خوردن غذا رد بکنم. منتها من اصولا با خانوما زیاد راحت نیستم. راستش من تو زندگی قبلیم خیلی اذیت شدم. آدم لومپنی بود، دست بزن داشت. قلم بشه اون دستی که بخواد روی زن جذابی مثل شما بلند بشه. الهی که من برای شما بمیرم. خدا نیاره اون روزو. بعد از جداییم از خدا خواستم فقط یه آدم جنتلمن سر رو هم قرار بده. حالا شما بگین چرا جدا شده؟ جونم پرسیدم چرا جدا شده؟ من اصلا جدا نشدم. یعنی هنوز زن داری؟ نه.
پس چی؟ من اصلا ازدواج نکردم. زودتر بگین قلبم وایساد. کاش میشد من قربون قلب شما برم. گفتم از آدمی مثل شما اصلا نمیشه جدا شد. خانوادتون چطور؟ از این سنتی ها نیستن که با ازدواج با آدمی که یه بار جدا شده مشکل داشته باشن؟ نه مشکلی ما نه. خدا رو شکر. پس میشه مقدمات ازدواج رو سریع فراهم کرد دیگه. راستش شما زن بسیار جذاب، بسیار زیبا و بسیار با کلاسی هستید. من مطمئنم که ازدواج شما با شوهرتون برای اون خوشبختی میاره، ولی واقعیتش اینه که من یک زنی تو زندگیم هست که باش قول و قرار ازدواج گذاشتم. یعنی چی؟ پس چرا من چراغ سبز نشون دادین ها؟ چرا با احساسات من بازی کردین؟ من کاری نکردم. من کی این کاری کردم؟ همون جلسه ساختمون وانمود کردی عاشقمی، منو دوست داری. من که ازت نمیگذرم، واگذاریت میکنم به همون خدا. همون خدا ببین چه بلایی سر دخترت میاره. بیشوره به لیاقت. چه لطفی در عقدت کردم. بیا ببین تمیز شد. دست طلا جناب سرهنگ. منم سعی میکنم بخش گلخونه رو فراموش کنم. بله کچکی کچکی ابروت نمیشه کش دامن چه کنم؟ موقعیت درجه یک به همه زمین وضع تست رو بگیم من داره کنم آبود کنیم چپ سلو آباده کنیم. چی شده؟ یکی از همسایه های مهندس داشت منو بودوربین نگاه میکرد. بده اینا. چیزی نیست بابا، خیالاتی شدی. چرا بابا همون همسایه سمت راستی؟ همسایه سمت راست، سمت راست. آره اینا فرام پشت بردم. آقا مدارک به سوزونی کپتولان رو آماده کنی. قبل از گرسن باید آماده کنی. کشو! مامایز زیتون خودم رو من نمیرم چرا هر وقت توپ میشم این عملیات میکنم. گفته باشه من جای کپتول سوخته اپ میکنم آقا. همون روز اول باید ترجمه مهندس خودم میدادم. بی خود تعلوم برخدر کردی. عجله نکن خون سرد باش. ما باید فکر کنیم که چیکار میکنیم. سام حفاظت از جون شما با منه. Let me الان دیگه به جایگاهی رسیدین که خودتون میتونین از خودتون مواظبت کنین. منم پشت خط حمایت میکنم. اوه شیت خودش همون همسایه هست.
من از پشت پوششت میدم. وایسا. خوب گیرت این دفعه دوست و ناموز خونه مرا گیر میزنی ها؟ بابا اشتباهی گرفتیم، ما کاری نکردیم که. ما میخواهیم یک دو نفری من تو بزنم، من جا بزنم، اما عمرم بذارم لیت کنم. اتفاقه ما سه نفری. باشی سه نفر باشی، داشته و بنگول هم سه نفر بودن. خیلی میبخشید ها. این برادران آب مگنولیا کیا هستن؟ مگنول نمیتونه بگه آب منگول. آقا جمعه میخواد بگه قیصر رو نیده. آقا قیصر رو همه ایران و توران دیدن. اون قیصر رومو میگه. قیصر روم؟ نه آقا جون، روم کدومه؟ ببین اون نامردی که از این بالا با دوربین اتاق خواهر من رو دید میزد و خود معرف بیاد جلو. نه اینجوری نمیشه. من چشم اون نامرد رو میشناسم. ببینم بچی؟ گفتم که چشم اون نامرد قشنگ میشستم. نه خب اینم این تو. نه بابا تو این کاره نیستی. بگی بینم شما چه کن؟ نه تو هم این کاره نیستی. نیست؟ ما دوتا نبودیم یعنی کاری کی میتونه باشه؟ منم که نبودم، احتمالاً واحد بغلی بوده. نشه بازی بینم بابا جو. تو چشم من نه خب اینم بیا اینجوری نه معرفت نامن. تو با دوربین اتاق خواهر من رو دید میزدی؟ خواهر من یک چش عشقه، یک چش گله. آقای محترم، ایشون از نگاه کردن قصد بدی نداشته که. حالا که میای خواستگاری؟ خواستگاری؟ خواستگاری چیه؟ تو نشده به من دیگه از این وقت قضیه خانوادگیه. حالا که نیادت پاکه چی؟ باید بیای خواستگاری. اگر نیای خواستگاری، کو این دوربینه، این دوربینو با کیفشو، متعلقاتو، اکسسوارشو همچین میکنه. دوربینم میشه حلش کرد. ببین، همین فردا شب، چرا؟ همین امشب به خواستگاری. اگر نیومدین تا قای خونه رو چی؟ رو سرتون خراب میکنم. در ضمن، واحد ما هم شیشه. گفته باشم نگی نگفتی. ادامه این عملیات در گرو این خواستگاریه. شوخی میکنی؟ جدی نمیگی؟ این خواستگاری باید انجام بشه. ما اصلا خواستگاری رفتم بلد نیستیم. بعدش هم اگه دام باشه چی؟ من فکر همه جاشو کردم. کارهای سخت رو بسپرید به من. من نمیفهمم شما کلن دو سه روزه اومدین تو این محل، اون وقت چطوری از این همشیر خوشتون اومد؟ حاج آقا شما چه نقدر سوال میفرمایید؟ خودتون فرمودید که در ازدواج اصل بر آسانگیریه. ما هم قبول کردیم. بله بر آسانگیری هست، ولی نه اینقدر. حاج آقا شما تا درباره ازدواج صحبت کردید یه نگاه به قیافه شما کردم، سر تا پاشون دیدم یه حالی شدن. من چه حالی شده بودم؟ خودت متوجه نیست عزیز من، نمیدونی چه رنگ روی بده بنده. احتمالاً شما آمادگی قبلی داشتین، وگرنه حرفای بنده اینقدر هم اثرگذار نبود. حاج آقا نفرمایید. زیم 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 کچکی 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 آبروت نیشه کشدوما چه کنم افسوس مال مردم. یعنی به این سرعت بهشون زن دادن؟ سرعت اول اینجا واقعا بالاستا. بفرمایید. سلام. ببخشید مزاحمتون شدم. میدونید از دیروز که توی تلویزیون نشونتون دادن و کامیشون خیلی ذوق داره بیاد پیشتون، گفتم بیارمش ماجرا رو خودتون براش تعریف کنید. کامی کیه؟ آقا کامی منم. ببخشید بچه‌هاست دیگه. فقط متاسفانه من خوب تعریف نمی‌کنم. بعد این آقا اصغر آقا داودم الان نیستن. چه ایرادی داره؟ شما خودتون اونجا بودید دیگه، خودتون ماجرا رو براش تعریف کنید. تا شما براش ماجرا رو تعریف کنید من برم تا سر خیابون بالای آبربانک یه پوی رو سری کارت به کارت کنم برگردم بیام. ببخشید پاسپورت اینترنت خونتون چنده؟ آقا شما قدیما هر کس میرفت خونه هر کیا میپرسید که آقا این قبله کجاست؟ الان همه دنبال پاسپورت و حرفا میگردن. آقا جون بنویس دو تا آی با کلا از این بزرگا، دو تا بی کوچیک، یه جیم این هیا، دبلیو دبلیو اوز میخوام، سی بزرگ، دات کام، همسایه، یه جونم آخرش داره کوچولو. دوباره بگم آجی. مکانیک شد، دست شما درد نکنی. مال شما پرسرعتی. ببه. بدی. چش. یه دوتا مسئله شهری از من تو گروه شده، من جوابشون رو بدم، بعد میام خدمت. شما بفرمایید.
بفرمایید پسرم، بفرمایید. خب آقای داماد چه کاره هستن؟ عرض شد که بنده در حال حاضر شغل ثابتی ندارم. چی؟ البته بنشینید. البته ناگفته نباشه که مشکل کار الان همه جایی شده. خونه که داره. بله بله، برای زندگی مکانی هست، همون خونه‌ای که اصل با هم ملاحظه کردیم. منتها بنده و ایشون و یکی از دوستان اون هر سه با همون تو زندگی میکنیم. ما خونه تیمیه؟ نه خیر نه خیر، همسایه ما خیلی آدم های موجهی هن. مهم اینه که تصمیم گرفتن از عزبی در بیان. حاج آقا پول، پسنداز، زمین دارن؟ دارایی که به هیچ همون اصلا هیچی. خوبه، مثل که شما دیگه با هم آشنا شدید، من دیگه رفع زحمت کنم. کجا قربونت برم؟ نفذات شم عمرم بذارم بری شما قربونت برم؟ شما نقل این مجلسی کجا بری؟ آبجی چای بری بیا، چای بری بیا. بفرما آجا جون، بفرما. چای خیلی ممنون، میل ندارم. بخورش. بخورش بذارم، مشکلی نیست، بخور. چشم. تمام برنامه اینو به هم ریختی. من نگفتم دست به چیزی نزن. چشمو. نمیشه این کت برای من باشه؟ کت کی بر... نه نه نه، عمو، اون کت نیست. اون فندکه برای اون یکی هم هست، اون عمو چاقه تو پوله. میشه یه خورده باش بازی کن، باید میزم سر جاش. چه بازی؟ مثلا تو دوست باش، من پلیس. نه 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 نه، اصلا بازی خوبی نیست. این که فندک بود که کیپ ایت داب. ببخش. بله شاید زنگ زده باشی منت کشی. خانم من کی زنگ زدم برای منت کشی؟ من الان توی یک مراسم جدی خواستگاریم. خواهش میکنم مزاحم نشید. همون کثافت پشتت گرمه که یه زنگ نزدی. برو، امیدوارم کاری که با من کردی سر خار مادر خودت بیاد. برادر من دو دقیقه اون موبایل خاموش کن. چشم. خب اگه بزرگترهای مجلس اجازه بدن این دوتا جوون یه صحبتی با هم داشته باشن. بله شما اختیار خودمون هم داری. بفهم. بریم، تمام شد. بفهم. ای بابا خواستگاری نرفتیم، مراسم خواستگاری هم ندیدی؟ الان دختر و پسر باید برن یه گوشه با هم یه چند کلمه یه حرف بزنن. اوه چه جالب. عجب. ای بابا پاش بریم تو اتاق دیگه. مشکلی نیست پسرم، برو، فقط مواظب خودت باش. برو. ببین خیلی مواظب خودت باش. برو. الو. سلام، بهرامم. شمارتون از کامی جون گرفتم. نمیخوایم بیاین دنبال کامی جونتون؟ امشب یارانه ها رو ریختن. آبروانکا دارن میترکن. خیلی امشب باعث زحمت شدیم، ببخشید. کامی جون حالش چطوره؟ اذیت که نکرده؟ نه نه اصلا. طفل معصوم ساکت یه جا نشست، دست به سیاه و سفیدم نزد. فقط زودتر بیان که یه وقت دلتنگی شما رو نکنه. بله بله چشم. من اومدم خونه. خدا نگهدار. Listen to me, boy. دوستا با بازی نمی کنم؟ من باید باشون بازی کنم، فهمیدی؟ نخیر، منت نذاشتن رفتن. بچه من اونا رو اصلا آدم حساب نمی کنم. Shut up, پسر. الو موشه، دیوید چرا خاموشه؟ اصلا کی میای شما، ها؟ الان تو موقعیتی نیستم که بخوام برات توضیح بدم. حواست به مهندس باشه تا ما برگردیم. زمنا یه غذایی چیزی درست کنم و بیان بخوریم، گرست نمونه. این یه دستوره. به من... به من دستور میدی؟ من هم میگم کل آدم هایی که شما کشید اندازه دوره آموزشی من نمیشه. خواستم بگم شام در خدمتتون باشیم. من دستپختم خیلی خوبه، البته من رژیم دارم. مشخصه. واقعا مشخصه که من رژیم دارم؟ نه خیلی. نه؟ یعنی بله.
من عاشق این پنجره و خیابونم. وقتی از بالا به پایین نگاه میکنم نمیدونین چه حس خوبی به هم دست میده. به منم همینطور. وای، این اولین تفاهم بین من و شماست. میدونین وقتی با شما صحبت میکنم اصلا نمیدونین چه آرامش قلبی به هم دست میده. بخواب رو زمین. اصلا رفتار شما شایسته نیست. بفرما آقا جون من شایسته مایسته کی آقا جون؟ بفرما خونه هاتو میلیمه با بفرما خونه هاتو هر وقت لیاقت خواستگاری این خونه رو داشتین بیاین این خونه. هری آج آقا جون خدایش من احترام خاصی به خود شما قائلم ها. حمیدی با شما نیستم. رفته باشید شما. به هیچ عمر رفتار شما شایسته نبود. بارو بچه پارو. ببین حاجی جون، نه خونه داره، نه پول داره، نه پس انداز داره، نه ماشین داره. همه اینا یه طرف حاجی جون. اصلا خانواده نداره حاجی جون آدم. به جای شخصیت دارم. اخلاق دارم. بارو آقا جون شخصیت داری. این خواهر من بنده خدا چی بهت گفته گریش انداختی؟ اومد یه حرف حسی بزنه کلاس بزنه حاجی چرا سرش داره ما دازه بر خواهر من ها؟ شما که اونجا نبودی ببینی چه اتفاقی داشت میفتاد. بره میرم میرم حاجی میذارم لطف پارتون میکنم همتون ها. حاجی شما رو نمیگم خدایش ها گفتم من به روحانی اون اساسی احترام میذارم مخصوصا شما. راحت باشید ببخشید وقتی شریفتون رو گرفتم. حاجی شما ببخشید قدم مرمت بیاد من قرمت رو برم خدا چون ببخشید خواهش میکنم ببخشید دست شما درد نکنه. ها چیه برای نگه؟ چشم مرده شور مرده ها خامی وراری بای کجا پسر کجا؟ من باید با هم بازی میکنم فرار میکنم. بازی مال خونه است. بپر تو ببینم. بپر تو بیا اسم شبه خطرناکه. بگو ببینم اسم چیه؟ ما اول تو رو میرسونم بعد خودم میرسونم. خب کامی بعدی چیه؟ شما رو نمیدونم ولی من میرم خونه یک ساعت به خودم فوش میدم که دنبال شما اومدم اینجا بعدم میخوابم. عجب مردم کم تحمل شدن ها. چی گفتی به این دختره؟ من فقط بهش گفتم بخواب. بخواب؟ سلام شده خوبی هم چند هستم خوبی؟ کی اومدی؟ امیالان که؟ خونه که نرفتی؟ شما بیاده فرض کردی ما چند یالا گفتیم چیزی نشتافتی گفتیم تو ماشین منتظرمونی. آه یعنی الان تو ماشینی؟ گفتیم بریم دیگه تو ماشین منتظرمون دیگه. یعنی تو نرفتی؟ چه دفعه؟ مگه الان بخش میکنه؟ ایک بار دیدم بیایی میپردومت بیرون فهمیدی؟ بیشعور سلام آقا. بچه‌ها یکم شیطون شدن. یه نفر اومده که الان تری چغلیشونو بکنه. اون یکم که معتاد شده افتاده گوشه خونه. میترسم تا مشقشون رو ننوشتن تکلیفاشون رو انجام ندادن گیر ناظم بیفتن. جناب سروان. جناب سروان. باشو بچه‌ها جمع کن بزن بریم بگیریمشون تا نرفتن. باشو. چی شد خانم؟ بگیریمشون دیگه. سوسده خودتون رو کنید راحت باشی. فرار می‌کنن. چی شده؟ چی شده؟ فکر کنم بهمون حمله شده. آدم شاید دهنشو بستن؟ ممکنه. هی!
آخ چی دود دهنم بود، حیف میشد. کجایین شما؟ ما کجاییم؟ تو معلومه چه غلطی داری میکنی؟ اینجا چه خبر شده؟ بابا قصهش مفصله. زن همسایه اومد بچه‌شو من نگه دارم. ای بابا این زن است تا تو رو آخرین. شوهرش نیفته تو اون رابطه. بله؟ بچه‌ها بابا گفت فعلا بازی نکنید تا خبرتون کنم. هیچ شیطونی هم نکنید. خدافظ. چی گفت؟ گاوه مزاید. گفت عملیات متوقفه. یعنی چی؟ واو. یعنی که ما مهر سوخته ایم. سوخته که خیلی خوبه. یعنی که عملیات لو رفته. اونا به سوخته ها رحم نمیکنن. میفهمی؟ اصلا برم سوخته ها موقعی. خفه شو. ما الان با فکر فرار باشیم. الان بهترین کار اینه که تحت هر شرایطی مهندس رو بدزدیم. ظرف 24 ساعت از مرز افغانستان باید خارجش کنیم بفرستیم اونور. تحویلش بدیم. این کار دو تا خاصیت داره. هم عملیات انجام شده، هم جونمون رو نجات دادیم. الان باید تقلیل کن تا نریختن تو. موافقم. پس بریم سری خودمون رو بسازیم برای عملیات آماده بشیم. تشویق قسمت اطلاعات سمت راست. بفهم. سلامت در نمدیم. باز کن. کامل قشنگ باز کن. بفهم. جناب سما، نه سما دامان احتمال بچه‌تون گفتن گفتم برای شما بگیم. برای بچه‌ها جمع کنید دنبال من بیام بریم ببرم توی چه بریزیم بگیریمشون تا فرار نکردن. نوکرت. بفهمید که ما باید کیو بریم بگیریم؟ ببین. سه نفر پیدا کردم. یه جور تومای خلافکار، خلافکار نیستن و خراب کردن. جاسوس ماسوس می‌ذارن من پیداشون کردم. آفرین. بارکلا. خب خیلی خوبه. تشکر می‌کنم ازتون ولی بفرمایید شما مدارکی دال بر جاسوسی این افرادم دارید یا نه؟ بله، بابو چشای خودم دیدم. یعنی اونا مدارک جاسوسیشون رو نشون شما داده؟ چرا مثلا آدم خودشون جاسوسن؟ نه، رفتم نیستن. نفهم تو. یعنی شما ورود غیرقانونی داشتید به خونه مردم؟ نه به مرگ مادرم جناب سروان. من بهم چت از وسایل ماوره باور بردم ماشین رسوندم بهشون. بفهمید یعنی شما تو حمله تجهیزات ماوره ای هم هستید؟ جناب سروان، یه جوری داری حرف میزنی انگار اونا مدارم مشکلات کنن. خواهر من، شما یه حرفی دارید میزنید. از راه اومدید اینجا میگید سه نفر آدمو بریم بگیرید بدون هیچ شاهدی، بدون هیچ نمیدونم مدرک معتبر چیزی. مگه میشه؟ جناب سروان داداش من دارم بهت میگم خونهشون عینو خونه تیمی میمونه. یا تو میاد قدیم میرفتین میریختین میگرفتین خود ناکسشونه. با مردم درست صحبت کنید. احترام مردم رو حفظ کنید. خواهش میکنم. آخه خود این هم چاقر اون وسط ستایش اونا اونجا اونان. من دیدم. آره آقا. واقعا ممنونم ازتون. خانم تشریف ببرید خونتون. برای خودتون هم درد سر درست کنید. بفرمایید خونه خانم. ساعتا جناب سایمان بیادبی نباشه شما. ولی برای چی میخندی؟ داداش من برای شعر میخندی؟ من دارم میگم اینو خلاف کردن جاسوسن دارن. چه فیلمی عجب. تو شما چیزی مصرف میکنید؟ جناب سایمان مادرزادی قیافه همین شکلیه. من اشتباه کردم واسه که به شما بده کارم شدی. خواهر من طلبگار شدی. شما میفرمایید که ما سه نفر آدمی که اینجا دارن رفتن تکلیفشون رو دارن انجام میدن بریم بگیریمشون بیاریمشون. خب واسه چی؟ آخه چرا؟ خواهر من بفرمایید خونتون. تو کار مردم دخالت دیگه نکنید. بفرمایید. حمل تجهیزات معماری هم دیگه جام ندید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید. نکنید دیگه حمل معماری هم چیز نکنید. ها حالا درو ببندید. الان دیگه موقعش. حالا ببندید. کامل ببندید. ببندید. آقا اومد. اومد. اومد رو بیافت. فکر کردین هرکی برکیه؟ من شهناز نیستم اگه شما رو تحویل ندم. دربست احمق بیشور، تو مأموریتی آخه خاک تو سره دیوونه. شما چرا دیگه با این حاله؟ فرید بابا میشه بفهمی کی به شما گواهینامه داده؟ نه اون زمان بسته که اینای گوسفند کلش کرد تو هم نقب کیه؟ میفهمی چی داری به هم میبافی؟
چرا چرت و پرت میگی؟ نکنه زده به سرت ها؟ دیدی اشتباه نمی‌کردم؟ شما دارین یه غلطایی میکنین. من احمق ساده رو بگم که عینوی گاگولای آب می‌ریختم تو آسیب شما نامردا. اونم نخواسته. یه حسی بهم میگفت که یه کاسه زینیم کاسه شما نامردا است. اصلاً دلم نمیخواد تو این ماموریت خونه کسی ریخته بشه. ولی خودت داری اصرار می‌کنی. فهمیدی؟ مفوف داری جونت از دست میدی. ببین. نگاه به چهار تا فاشو بعد بیرای ما نکن که افت خستگیه. والله حساب این خاک که ریشه ما تو شما باهاش تیمم می‌کنیم از همه چی جداست. میام. تو اصلاً حالتی که تیمم چیه؟ دیوید، ما همه کی رو میدونیم. بریک! آی گا! خسرمو میگیریم زیر وحشی، بیای! نه یا اینا چرا قد ارتفاع ماشینشون رو میخوابونن؟ استراتژی عوض میشه. نه نکنید، تمام رابطاتو توی مرز دستگیر شدم. عملیات شما لو رفته. شت، همه چی تموم شد. آی خدا، آی خدا بچه ها کجا رفی؟ آی بچه ها این کجا رفته؟ آقا من تنها هم کمک کنم با شما. ای بابا بکشیم بر عزیزم، بکشیم بر هول بده. ای کمای دستا بده برو یه جای حساس خورده. آی آی کمرم اصلا باید نفله میشدیم. تو شما بیاییم ببینی اینا کیان چیان. آقای نواز آقا، اینا قبل از اینکه وارد ایران بشن کلن عملیاتشون لو رفته بود. تنها اینا که نیستن واسه خودشون مخبر دارن. بالاخره ما هم یه سری امکاناتی داریم. بخواه ما همه چیو زیر نظر داشتیم. ما می‌خواستیم از طریق اینا به اون جاسوسی برسیم که از ایران داشت واسه اینا خبر می‌خوابه. حالا فهمیدین کی بود یا من همه چی رو به فنا دادم؟ بابا همون دیگه تو رو با تیر زد، گرفتیمش. کی بود؟ جان محمد. سرایدار آپارتمانش. موقع فرار هم چیز به زیر پا دقت. جان محمد بودین. اینجا چیکار می‌کنه؟ فکر کنم مأمور بوده. درست حد زدی. مأمور بود. اما نه مأمور. مأمور تشکیلات شما. همون کسی که از طریق شما می‌خواستیم بهش برسیم. همه چیز حساب شده. دوست داشتی اون چیزی که دادم خوردی؟ مشاوره میگم. موبایلم باید پیشت نمیموند. منو میشناسی؟ یه جوره یه قیافت آشناس. ما همویم که تو هواپیما بود سر مخورده. ما همویم. این چقدر شبیه جان محمد بود، دقت کردین؟ جان چه لابوتور هم باید بشنسیم، تو هم معموری شما بیا جونم. البته به خانواده. اولین روزی که من دیدم تو رو، تو نگاه تو به جز صفا نبود. توی حرفایی که با من میزدی خبری از کلک و ریا نبود. خواهرم منتظرته. سلام علیکم. سلام. چهره تو چقدر آشناست؟ بله درست حد زدی. اینشالا تو واتساپ و وایبر بیشتر منو میشناسی. بایجازه. آه راستی در ضمن اون بوه رو من خوب میشناسم. بوه چوب نبود. الان بوه نمیدونی. بوه رو فهمید. چه؟ لابوتا هم مأمور بودی اومدی به ما بخندی؟ نه من واقعا مهندس بودم. اتفاقا تنها کسی که درست دنبالش میگشتیم من بودم. آقا داوود اینجا چی کار میکنی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ چی کار کردی؟ الان توضیح میدم براتون برطرف بشه. ببخشید. آها سوزن خانم، من میخوام یک اعتراف بکنم. از اون لحظه‌ای که شما رو دیدم شما تو دل من جا باز کردید. یعنی یک دل نه صد دل من عاشق شما شدم. من تا در شرایطی نبودم که بتونم خدمت شما ابراز احساسات بکنم. الان دارم منو میبرن زندان. یک سوال منتظرم میمونه.
چه سوالیه، خب میمونه. من فیلماشونو دیدم، ده سال منتظر میمونن. نمیمونی خانم؟ اشکال شماها اینه که فکر میکنین همیشه تو همه بازی ها برنده این، ولی اینو نمیدونین که حریفتون هم دست کمی ازتون نداره. ببخشید متوجه منظورتون نشدم. قربان اجازه بدین دو بچه ها بگم ببرنشون؟ بله بگیم ببرنشون. بیچاره موشه گفت با وجود ما اتو خوشش اومده مشکوکه، اینو نفهمیدیم. میفرد تو فردی مواد مخدر بنداز بالا. مواد نبود، خود کپسول بود. اونم سوسن خانم هم اصل مأمور رو فهمیدیم. اینو میگن یه سرزمین ناشناخته، نفهمیدیم بالاخره کی به کیه، چی به چیه. خب مگه اصلا داریم؟